خدای ابنزر مزامیر 23 5 تو در حضور دشمنانم پیش من سفره آماده می کنی تو سرم را به روغن مس می کنی. فنجانم لبریز می شود خدای ابنزر یعنی خدایی که ما را تا اینجا هدایت کرده و به ما کمک کرده است اول سموئیل هفت دوازده سپس سموئیل سنگی را برداشت و آن را بین مصفا و شن قرار داد او آن را ابنزر نامید و گفت تا اینجا خداوند ما را یاری کرده است نگرانی در مراتع سرسبز و وسیع تابستانی و پاییزی با بهترین چمنها چیست؟ وظیفه چوپان برای گوسفندان چیست؟ چوپان چگونه چون این مسائل را حل می کند؟ راه آسمانی به دژ خدا راه بهشت زیبا روشن است و مسیر زندگی با این حال چون شیطان همیشه در حال حمله است هرگز زمانی بدون بحران و مشکلات در این سرزمین نیست زندگی روی این زمین همیشه با مشکلاتی همراه است شما باید منتظر مشکلات باشید و درگیر نبردهای روحانی باشید زمانی که به نظر می رسد همه چیز خوب پیش می رود آن موقع است که باید محتاط باشید زمانی که شما در سلامت کامل هستید و همه چیز خوب پیش می رود باید مراقب باشید به با عنوان مثال یک زربول مسئله قدیمی وجود دارد وقتی اقتدار به اوج خود می رسد می شکند وقتی مال پر و لبریز است بلا می آید وقتی نعمت ها سرازیر شود با بلا به احتمال زیاد دنبال خواهد شد به عنوان مثال لی هی که دومین رئیس سامسونگ بود این را نوشت پس از از دست دادن سلامتی خود در پی پول بیش از حد از خود قافل شدم پشیمانم که زندگیم را دنبال پول کردم بدنم را نادیده گرفتم و بدون آن زندگی کردم اوقات فراغت خانه ماشین تجارت و پول من چه اهمیتی دارد بعد از مرگم از اینکه توانستم این را به صورت مکتوب بگذارم سپاس گذارم مزمور 23 5 میگوید در حضور دشمنان من همانطور که در وادی سایه مرگ دشمنانی وجود دارد دشمنان نیز در مراتع ییلاقی هستند که پهنهای وسیعی هستند همیشه حیوانات شیطانی وجود دارند و از نظر روحی شیطان در کمین است در مسیر رستگاری و جاده بهشتی آنجا همیشه حمله شیطان هست سلاح های لازم برای مقابله با شیطان چیست؟ افسوسیان 6 13 سلاح های لازم را از طریق کل زره خدا آشکار می کند افسوسیان 6 سپر ایمان را معرفی می کند که یک سلاح دفاعی است افسوسیان 6 شمشیر روح را معرفی میکند که یک سلاح تهاجمی است ابتدا باید از سلاح های دفاعی استفاده شود باید از خودت دفاع کنی هجوم بردن حمله بدون دفاع شما را بیشتر مستعد حملات میکند با استفاده از سپر ایمان و دفاع خوب می توانید با شمشیر روح به پیروزی برسید که یک سلاح تهاجمی است مهم نیست که سلاح های تهاجمی و تدافعی شما چقدر خوب باشد اگر شما در دعا تربیت شده نیستید فایده ای ندارد افسوسیان 6 18 مرقس 9:29 یعقوب 5:16 بنابراین پولس رسول پس از گرفتن سلاح‌های دفاعی و تهاجمی و پوشیدن کل زره خدا در افسوسیان 6:18 تأکید می می‌کند که ما باید همیشه در دعا هوشیار باشیم همانطور که تفسیر کالوین بر افسوسیان توضیح میدهد مهم نیست این سلاها چقدر خوب مجهز شده هستند بدون تمرین در دعا هیچ ای ندارند مثلا در سربازی هر روز صبح تمرین میکنند اگر هر روز تمرین نکنند آنها نمیتوانند مبارزه کنند همانطور که لی کان گفت حتی اگر شرافت و ثروت داشته باشید اگر شما سلامتی ندارید فایده ندارد به همین ترتیب بدون آموزش روزانه در دعا حتی اگر سلاح روحانی داشته باشید شما نمی توانید در جنگ های روحانی شرکت کنید بر اساس تمرین دعا باید دفاع با سپر ایمان داشتن جسم سالم عقل سالم و آگاهی سالم با شمشیر روح که کلام انجیل است شما می توانید بر شیطان غلبه کنید یکی از سلاحهای تهاجمی کلیدی نام ایساست این برای غلبه بر شیطان به واسطه نام عیسی مسیح هست که قربانی شد بر صلیب وقتی میگوید تو در حضور دشمنان من سفره ای آماده میکنی یعنی میز چیده شده این میز را به عنوان یک میز نارخوری در نظر بگیرید مرتبه وسیع پر از چمن سبز سرسبز روحانی است به خوبی با کلمات غنی زندگی آماده شده است خداوند یک چمنزار افسانه آماده کرده است این خداست که شبان بر فراز قله کوه است که سفره می چیند. از نظر روحانی بالاترین سفره سفره شام پایانی ایساست ایسا آخرین سفره شام را در مقابل یهودا آماده کرد کسی که میخواست به ایسا خیانت کند او آیه ها را در راه امواس توضیح داد که قلب دو شاگرد را به آتش کشید وقتی این را میبینید همیشه باید عمیقا متأثر شوید وقتی با میز روبرو میشوید که عیسی میز سخنان خود را گذاشته است باید عمیقا تکان دهنده باشد حتی اگر در خانه فقط یک یا دو ظرف جانبی برای وعده های قضایی خود داشته باشید همیشه باید اینطور شکر گذار باشی در کلیسا حتی اگر کشیش همیشه پیامی را که ارائه می کند خیلی خوب منتقل نکند ما باید بتوانیم کلام خدا را دریافت کنیم با این حال ما باید بتوانیم در هنگام شریک شدن در کلام او شکر گذار باشی منظور از سرم را با روغن مس کن چیست؟ چوپان باید گوسفندان را با روغن مس کند کی و کجا روغن را مس می کنی؟ روغن به سر و پشت می مالی. روغن در پشت بینی مالیده می شود و در پشت بینی برای جلوگیری از تخمگذاری بینی گوسفندان روغن اعمال می شود. بر روی بدن برای جلوگیری از بیماری های پوستی استفاده می شود. در چراگاه تابستانی گوسفندان برها آبستن می شوند. برای جلوگیری از دعوای بدنی گوسفندان از روغن استفاده می شود. معنای روحانی مسح روغن چیست؟ زمانی که عیسی شبان ما را به روح القدس مسح می کند. این کار ایساست که شبان ما شد ریختن روح القدس وعده داده شده توسط خدا ما را پر می کند اعمال رسولان دو سی و سه پولس برای دست گذاشتن در رومیان یک یازده دعا کرد تا فیض روح القدس را با کلیسا به اشتراک بگذارد در اعمال رسولیان 6 19 او برای دست گذاشتن برای پری روح القدس دعا کرد عیسی روح القدس رو به ما میدهد و خادمان عیسی با دعا برای پری از روح القدس کار میکنند این کار ماست که برای همدیگر دعا کنیم تا از روح القدس پر شویم فنجانم سرریز شد چرا چوپان به گوسفندان شراب داد چرا شراب ریخت تا جام برای گوسفند سرریز شود چوپان شراب را با آب مخلوط می کند و اجازه می دهد آن را بنوشد این کار برای مقاومت در برابر سرما و جلوگیری از سرماخوردگی گوسفندان انجام می شود این دلیل چیست دما در قله کوه می تواند ناگهان کاهش یابد و میتواند سرد بشود بنابراین آب همراه با شراب برای افزایش دمای بدن داده می شود. سرما را تحمل کنید و از سرماخوردگی جلوگیری کنید. روغن ریختن و جام لبریز از نظر روحانی پریست که خداوند بر ما می ریزد. از طریق روح القدس رو او ما را با روغن مس می کند و بر آن می ریزد و آن را لبریز می کند و ما را پر می کند پر شدن از روح القدس چه مزایایی دارد؟ همانطور که مسح گوسفندان با روغن از اختلافات و بیماری ها جلوگیری می کند در کلیسا هیچ درگیری وجود ندارد و عشق و معاشرت غنی می شود. اعمال رسولان دو چه چهار و چهل ایمانداران با عشق تسلیم یکدیگر می شوند. افسسییان 5 21 آنها با هم میآیند تا ستایش را پرستش کنند. افسسییان پنج نوزده و رومیان دوازده به عنوان مثال در حروف چینی کاراکتر برای شخص شبیه دو نفر است که تکیه دادن به یکدیگر معنای عمیقی دارد آدم و حوا به هم تکیه کردند تا انسان شوند با تکیه بر یکدیگر توانستند برای حمایت از یکدیگر با شخصیت های قوی حمایت نکردند با این حال زمانی که شخصیت آنها به خوبی توسعه یافته است همنشینی زمانی اتفاق می افتد که آنها متقابلا به یکدیگر تکیه کنند تسلیم متقابل و احترام متقابل زمانی اتفاق میافتد که به یکدیگر تکیه کنید. عشق اساساً مربوط به تکیه دادن است. بر روی یکدیگر برای در آغوش گرفتن. باید به یکدیگر تکیه کنید. بدون تکیه دادن به هر کدام دیگر شما نمی توانید گردند یا شانه کسی را بغل کنید. هنگامی که از رول قدرت پر می شوید، به یکدیگر اعتماد می کنید، به یکدیگر تکیه می کنید، یکدیگر را دوست بدارید، تسلیم یکدیگر باشید، برای ستایش و پرستش با هم می آیید و اتفاقات قابل توجهی رخ می دهد. نتیجه. در مرتع سرسبز از فیض و زندگی آزادانه خداوند لذت ببرید کتاب مقدس را بخوانید و مراقبه کنید از شمشیر روح و سپر ایمان برای مبارزه با شیطان از طریق دعا و رشد روحانی استفاده کنیم سفره را تقسیم کنیم با هم غذا بخورید با هم از روح قدس پر شویم و از فیض با هم لذت ببریم تنهای ناشی از صرف وعده های به تنهایی تنها قضا خوردن و تنها بودن است در اصری که افراد زیادی تنها و تنها هستند خانواده های مجرد زیادی وجود دارند و مرتکب خودکشی می شوند. آنچه مهم است انجام کارها با هم است. با هم یک زندگی بایمان با داشته باشیم. پر شویم از روح و پرستش کنیم. با عشق به یکدیگر خدمت کنیم و به اشتراک بگذاریم. سپس ما میتوانیم توانیم واقعا از سفر به بهشت در این زمین لذت ببریم شما نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید من این را باور دارم خداوند فیض حضور خود را در کلیسا به ما عنایت خواهد کرد دعا ای پدر مهربان ما از تو سپاس گذاریم حتی در عالی ترین مرتبه، در بهترین آب و هوا و محیط زمانی که گوسفندان در بهترین شرایط باشند می توانند مورد حمله شیطان قرار گرفته شوند آنها می توانند با مشکلات روبرو شوند با این حال ما از تو برای ماسک کردن سرمان با روغن و پر کردن فنجان های و محافظت ما از بیماری ها و حملات ارواح شیطانی تشکر می کنیم. حتی اکنون نیز روح القدس را بر ما می ریزی و ما را پر می کنی و ما را از همه حملات شیطان محافظت می کنی. ما از تو سپاس گذاریم که ما را با رول قدوس پر کردی و ما را سرشار از فیض و کلام او کردی وقتی ما از روح القدس پر می شویم تنها نیستیم ما در یک جامعه کلیسا در یک جامعه خانوادگی و یک جامعه خدمتی هستیم ما پر از روح القدس فیض و کلام با هم هستیم ما به نام عیسی مسیح ایمان داریم و ما دعا می کنیم آمین